صدای امریکاست. این برنامه از واشنگتن پخش می شود. سلام بر شما شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون صدای امریکا. برنامه جمعه 18 ژوئن 1999 میلادی را در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن برابر با 10:30 به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای جهان آغاز می‌کنیم و آنگاه در برنامه میزگرد این هفته آقای دکتر منوچهر گنجی، دبیر کل سازمان حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای ایران شرکت دارند و بحث این هفته وضعیت حقوق بشر در ایران است. این برنامه روی ماهواره آسیا 2 و طول موج 3880 کیلوهرتز و بر روی گیرنده های ایرانی روی طول موج 1279 کیلوهرتز پخش می شود. صدای این برنامه را روی طول موج 6.6 می شنوید. با این توضیح توجه شما را به خلاصه مهمترین خبرهای جهان از واشنگتن جلب می کنم. تلاش مقامات آمریکایی و روسی در مورد توافقی که بتواند به اختلاف نظرهای مربوط به نقش روسیه در نیروی صلح‌بانی کوسوو پایان بدهد ادامه دارد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید مذاکرات ویلیام کوئن وزیر دفاع آمریکا و ایگور سرگیف وزیر دفاع روسیه در هلسینکی اختلافات را کمتر کرده است. وی گزارش‌های قبلی دیپلمات‌ها در بروکسل را که از توافق دو طرف حکایت داشت تکذیب کرد. مقامات آمریکایی و روسی سومین روز مذاکرات خود را درباره اختلاف نظرها پشت سر می‌گذارند. مؤسسه امداد سازمان ملل متحد در نظر دارد عملیات مراجعت سازمان یافته آوارگان کوسووی را ظرف 2 هفته آغاز کند. تا کنون قریب 50,000 آواره بی اعتنا به درخواست‌های سازمان ملل متحد به کوسوو بازگشتند. رهبران گروه 7 کشور پیشرفته عمده صنعتی جهان و روسیه در کلن واقع در آلمان تشکیل جلسه دادند و در این جلسه در مورد بخشودگی قریب 70 میلیارد دلار بدهی فقیرترین کشورهای جهان به توافق رسیدند. تصمیم در مورد بخشودگی بدهی ها در شرایطی اتخاذ شد که بحران کوسوو در کانون مذاکرات جلسه قرار داشت. بازسازی بالکان در رأس مسائل اقتصادی است که قرار است در اجلاس سالانه این رهبران در کلن آلمان بررسی شود. کمک به اقتصاد بیمار روسیه و بخشودگی دیون کشورهای فقیر نیز همانطور که پیشتر گفته شد از موضوعهای اصلی بوده است. پرزیدنت کلینتون پیش از شروع جلسه به طور جداگانه با نخست وزیر ژاپن گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ملاقات کرد. بوریس یلتسین روز یکشنبه به این اجلاس ملحق خواهد شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نامه‌ای برای رهبران 7 دموکراسی پیشرفته صنعتی جهان و روسیه از آنان خواسته است در بحران کشمیر نقشی سازنده ایفا کنند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید در این نامه از رهبران این کشورها درخواست شده است که موضعی اتخاذ نکنند که به تشویق هند در این منازعه منجر شود. در دهلی نو وزیر امور خارجه هند گفت هند انتظار دارد 8 کشور بزرگ با بررسی کمک‌های بین‌المللی به پاکستان ترتیبی بدهند که آن کشور نتواند از این کمک‌ها علیه هند استفاده کند. هزاران ایرانی امروز در نزدیکی اجلاس سران 8 کشور بزرگ در کلن آلمان علیه آنچه که سیاست اختناقی دولت ایران توصیف کردند تظاهرات کردند. گروه مخالف تبعیدی شورای ملی مقاومت میگوید اقدامات غرب برای خشنود کردن دولت محمد خاتمی رئیس جمهور ایران باید متوقف شود. ترتیب دهندگان تظاهرات میگویند بیش از 10,000 نفر برای اعتراض جمع شده بودند، اما پلیس آلمان شمار شرکت کنندگان را در این تظاهرات 5,000 نفر برآورد کرده است. اهود برک نخست وزیر منتخب اسرائیل میگوید در نظر دارد شاهراهی بین کرانه غربی رود اردن و نوار غزه بسازد و مسافرت را برای فلسطینیان آسان کند. اسرائیل در عهدنامه صلح 1992 اسلو موافقت کرده بود برای فلسطینیان در مناطق خودمختاری راه‌های امن فراهم کند، اما اقدام در این زمینه در دوران نخست وزیری بنیامین نتانیاهو متوقف ماند. دو جناح اصلی کرد عراقی تلاش می‌کنند در جریان مذاکراتی که آمریکا برای آنان در واشنگتن ترتیب داده است، اختلافات خود را بر سر عهدنامه سال 1998 در مورد تقسیم قدرت حل و فصل کنند. مقامات آمریکایی میگویند حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در تلاشند تا وحدتی بیشتر بین خود به وجود آورند. هر یک از این دو گروه 4 نفر را به مذاکرات فرستاده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تا روز دوشنبه که مذاکرات جریان دارد هیچ گونه اطلاعی درباره آن منتشر نخواهد کرد. تندروهای ایرانی از تصویر بزرگی پرده برداری کردند که به افتخار قاتل انور سادات رئیس جمهور فقید مصر برپا شده است. این تصویر روی دیوار یک ساختمان مشرف به خیابانی نقش شده است که
به نام خالد اسلامبولی تندروی اسلامی که در سال 1981 با شلیک گلوله آقای سادات را کشت نامگذاری شده است. این عمل در حالی صورت می‌گیرد که علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس اخیراً گفته بود اگر تغییر نام خیابان به بهبود مناسبات با مصر کمک کند، مجلس چنین موضوعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. و خبر دیگر در مورد ایران. ایران میگوید در روند صلح خاورمیانه خرابکاری نمی‌کند، گرچه که بقیده آن کشور این روند نمی‌تواند حقوق ملی فلسطینیان را تضمین کند. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران پس از مذاکره با امیل لهود رئیس جمهور لبنان در بیروت این نظر را مطرح ساخت. آقای خرازی در مورد انتظار بیش از حد از اهود برک نخست وزیر جدید اسرائیل نیز هشدار داد. وی همچنین گفت ایران به فراهم ساختن حمایت سیاسی و معنوی برای حزب الله لبنان که با اسرائیل در اراضی اشغالی جنوب لبنان می‌جنگد ادامه می‌دهد. شنوندگان و بینندگان ارجمند، این بود خلاصه مهمترین خبرهای جهان. به برنامه میزگرد این هفته ما توجه فرمایید. سلام و شب بخیر. خوش آمدید به میزگردی با شما. نامه ها و فکس ها، ایمیل ها و تلفن های شما در مورد ماهواره مطلوبی که این میزگرد از اون طریق مشاهده بفرمایید همچنون ادامه داره و در این میان به خصوص نقطه نظرهای دوستان گرامی چون علیرضا ایمانی، عباس، محسن از تهران، مهرداد از اسپانیا، آرش از رش، لطیفی، کامبیز و از شیراز، علی ب از اصفهان، رضا سلطان از اصفهان، محمد نون از داراب، فرشاد بیان و آرمین از تهران که همراه با ذکر جزئیات بود بسیار یاری من داد که سپاسگزاریم. و امشب نامه کوتاه رضا سلطان، یکی از بینندگان گرامی این میزگرد را به عنوان مقدمه برای شما میخونم. رضا می نویسه: سلامی از تهران گرم و ایستاده در برابر باد. من رضا هستم، 23 ساله از تهران. اول خواستم از شما به خاطر دعوت از ستار تشکر کنم زیاد. راستش دیگر از سیاست خسته شده ایم، سیاستی که یکی وضع و دیگری نقض می کند. آقای بارلو، ماموران به خیابانها ریخته جوانها را بازداشت می کنند به اسم بدحجابی. مسئله اصلی حجاب نیست، مسئله سلب آزادی کردن است. این نامه ساده یک جوان 23 ساله را کنار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل قرار میدیم که در آن به ادامه موارد نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته تاکید شده و به وجود صدها نفر از زندانیان سیاسی و زندانیان وجدان اشاره میکنه و همینطور به ادامه مجازات هایی مثل شلاق زدن و سنگسار در ایران، همچنین بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات و ناپدید شدن ها و اعدام های غیر رسمی و محاکمات نامنصفانه و شکنجه و سوء رفتار در زندان ها و بالاخره آزار و تعقیب اقلیت های مذهبی. امشب و در این میزه گرد وضعیت حقوق بشر در ایران را همراه با شما و دکتر منوچهر گنجی دبیر کل سازمان حقوق بشر برای ایران مورد مرور میکنیم. دکتر منوچهر گنجی وزیر پیشین آموزش و پرورش و علوم در ایران در سالهای 1967 تا 1969 به عنوان اولین نماینده مخصوص سازمان ملل متحد برای نظارت بر آپارتاید و تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی گمارده شد. آغاز کار دکتر گنجی در سازمان بین‌المللی کار در ژنو بود در سال 1962. بعد از اون در اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد نیویورک بین سالهای 63 تا 66 بود. بعدا در ایران فعالیت‌های خودش رو ادامه داد. گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد آپارتاید همونطوری که گفتم بودند ایشون در سالهای بین 67 تا 69. به مدت 3 سال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کلیه کشورهای عضو از 1969 تا 1972، عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
در سالهای 71 تا 79 عضو کمیته منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌های سازمان ملل متحد از 1974 تا 1978 و سازمانی هم که تأسیس کردن در خارج از ایران سازمان حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران هست. به هر حال دکتر گنجی در حقیقت زندگی خودش رو چه مطالعات تحقیقات و فعالیت خودش و زندگی را وقف حقوق بشر در دنیا و اینک در ایران کرده. آقای گنجی بسیار خوش آمدید. سپاسگزارم از شما که در این برنامه حضور یافتید. منو از دعوتی که از من کردید تشکر میکنم. آقای دکتر گنجی عزیز اجازه بدید من ابتدا تلفنی رو خدمت بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز تقدیم کنم که هر موقع بخوان به ما ملحق بشن، اگر بخوان اظهار عقیده ای کنند یا شما بخوان سوالی داشته باشن از شما که مطرح کنند. شماره تلفنی که میتونید با ما تماس بگیرید شماره 202-260-37-27. تکرار میکنم 202-260-37-27. کسانی که چون همیشه خطوط ما 6 خط تلفن داریم اشغال هست به لطف و محبت شما، بنابراین اگر نتونید با ما تماس بگیرید میتونید این فکس رو در این ساعت استفاده کنید، شماره 202-205-45-71. تکرار میکنم 202-205-45-71. با این فکس میتونید سوالات یا بیانات خودتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه بنده مطرحش خواهم کرد. خب اجازه بدید آقای دکتر گنجی من صحبت رو به اینجا شروع کنیم که اصولا مسئله جهان شمولی حقوق بشر که کشورهایی ادعا میکنند که باید حقوق بشر متناسب با منطقه اونها ارجحیت داره، نه حقوق بشری که به اصطلاح اون حالت جهان شمولی داشته باشه، شما چه میفرمایید؟ ما صحبت بشر میکنیم، بشر در تمام دنیا جزو یه فامیل، از چین گرفته تا ژاپن تا امریکا تا انگلیس تا ایران و غیر. بعد از این همه سال مصیبت هایی که این دنیا مردم دنیا به خودشون دیدن، منشور سازمان ملل متحد که یک قانون مافوق در تمام کشورهای دنیا که عضو سازمان ملل هستن، 7 بار صریحا صحبت از حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون هر گونه تبعیض، از لحاظ جنس، از لحاظ قومیت، از لحاظ زبان، از لحاظ ریشه نژادی و ملیت میکنه. هر کشوری که عضو سازمان ملل متحده متعهده که حقوق بشر و آزادی های اساسی رو به شکلی که در 51 سال گذشته در سازمان ملل متحد به رشته تحریر در اومده اجرا بکنه، به خصوص کشورهایی که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد رو در مجالس مقننه خودشون به تصویب رسوندند و اون میثاق در کشورشون قانون مافوقه و ایران یکی از اون کشورهاست. البته این کار در زمان رژیم گذشته انجام گرفت، ولی در 20 سال اخیر جمهوری اسلامی به هیچ وجه یک بار هم در هیچ جا مطرح نکرده که خودش رو موظف به اجرای میثاق حقوق سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نمیشناسه. حقوق بشر شرقی و غربی و چینی و ایرانی و انگلیسی و فرانسوی نداره. بشر خواسته هاش یکیه، بشر میخواد زنده باشه و میخواد زندگی بکنه در این دنیا و میخواد آزاد باشه، میخواد فکر بکنه، میخواد اندیشش رو برای دیگران مطرح بکنه، میخواد زندگی بهتری داشته باشه، میخواد کار داشته باشه، میخواد تحصیل بکنه، میخواد بیگناه محسوب بشه تا وقتی که گناهش ثابت بشه، میخواد مزاحمش بدون دلیل کسی نتوانه بشه، میخواد حکومت قانون وجود داشته باشه در کشورش، میخواد تشکیل خانواده بده، میخواد شاد باشه، میخواد شادی بکنه، میخواد از مواهب این دنیا آموزش و پرورش،
بهره‌مند بشه به بهترین وجه و میخواد سالمانه رقابت بکنه با دیگران در سطح دنیا. جوانان کشور، زنان کشور میخواد مساوی باشه حقوقش با دیگران، اما از مسیحی، کلیمی، باهایی، مسلمان به